مساهي دجال انسان شوق بعد و غائب غائب كي منتظر ديگران چش برو وأعظم هستند فتنة على زيرا او وجه الأرض بزرگترين منذ فتنه خلق در آدم روی إلى زمین است قيام از روزی الساعة که آدم ومن علیه السلام النبيين بعث خلق شد تا أنذر روز قومه قیامت و به هر پیامبری وأحذر که می قومه آمد قومش را آگاه میکرد که از او حذر کرده خود را کنار بگیرند هراینه او إنه مسیح أعور دجال است دجل آنی که مدعي دعوای الألوهية الهی میکند كذبا و او دروغگو وبهتانا است قال پیامبر النبي صلی الله صلى الله علیه و سلم عليه وسلم فرمودند بیشترین إني ترس و خفت وأنا نگرانی هم نسبت به شما از فيكم بابت فأنا فتنه های غیر از فتنه های دجال است اگر أجيب دجال در زمان من منكم ظاهر گردد وإلا خودم تنها در خليفتي على برابر كل او میستم مسلم و گمراهی و زلالت او را رد میکنم و اگر زمان ظاهر شود که من در میان شما نیستم هر کس خود دفاع کننده خودش خواهد بود و الله سبحانه و تعالی به جای من از هر مسلمان دفاع خواهد کرد حدیث با روایت امام مسلم و صفات های دجال این است که آن مرد سرخ روی خط پس و صدری وسیع دارد یک چشمش کور است و در میان دو چشمش کلمه کافر نوشته شده است که هر یک مسلمانی که نوشته می تواند و یا نمی تواند آن را می خواند و دیگر صفت او این است که چشم راستش کور بوده عقیم است یعنی از او فرزند نمی شود و برآمدن دجال از نشانه های کلان روز قیامت است و او از طرف مشرق از خراسان می براید که در همان زمان 70,000 از یهودی های اصفهان پیروی او می گردند پس به مابین شام و عراق به نیم جزیره عرب داخل می شود که مقصد بدی او اول داخل شدن به مکه مکرمه و مدینه منوره است ولی فرشتگان با شمشیرهای خود او را از داخل شدن به مکه و مدینه من میکنند و از دیگر فتنه های دجال این است که به هر محله که می دراید مردم آنجا او را تصدیق کرده پیروی او میشوند زیرا او آسمان را امر به باریدن میکند و باران میبارد و زمین خشک را به روییدن گیاه امر میکند که همه جا سبز خرم میگردد و حتی حیوانات های آنها سیر میگردند پس به دیگر محله می رود که او را قبول ننموده دروغگو می پندارند و دیگر فتنه دجال این است که به نزد او جوان مرد از مؤمنان می براید و چنین می گوید گواهی می دهم که تو همان دجال هستی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصه تو را برای ما بیان نموده بودند در این هنگام دجال می گوید چی می گوید اگر این مرد را بکشم و دوباره زنده گردانم آیا باز هم در کارم شک میکنید مردم میگویند که نه البته دجال آن مرد را گرفته میکشد و دوباره زنده میکند و این شخص مؤمن میگوید قسم به الله که آگاهیم درباره تو نسبت به قبل بیشتر شد در این هنگام دجال اراده کشتن او را میکند اما راه کشتن را نمییابد حدیث با روایت امام بخاری و مسلم پس وقتی که دجال در روی زمین با راست و چپ میگشت در همان زمان عیسی علیه السلام از آسمان نازل گشته به دجال روبرو میشوند پس وقتی که عیسی علیه السلام دشمن الله دجال را میبینند او به مثل نمکی که در آب تیز آب میشود مثل همان میگردد اگر عیسی علیه السلام او را نکشته ترک میکردند او از ترس خودکشی میکرد لیکن عیسی علیه السلام او را میکشند پس خون او را در نیزه خود به دیگران نشان میدهند حدیث با روایت امام مسلم برای نجات یافتن از فتنه دجال ما باید چنین عملها را اجرا بکنیم یکم راست بودن در دین اسلام دوم شناختن الله سبحانه و تعالی با صفات ها و نام هایش که او تعالی از عیب و نقصان ها پاک است سوم حفظ کردن 10 آیت اول سوره کهف و یا 10 آیت آخر آن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که 10 آیت از سوره کهف را حفظ میکند از فتنه دجال ایمن میماند حدیث با روایت امام مسلم چهارم پناه جستن از فتنه دجال خاصتا در قعده آخر بعد تشهد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما در نماز تشهد آخر را خواند پس از چهار چیز پناه جسته باشد و چنین بگوید بار الها هر آینه من از تو از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه حیات و مرگ و از شر فتنه مسیح دجال پناه میبرم حدیث با روایت امام مسلم